مبارز لطفی در 1325 در گرگان متولد شد. او 5 سال به هنرستان موسیقی رفت شبانه و نزد علی بخان شهنازی و همچنین حبیب الله صالحی تار رو فرا گرفت. بعدها به گروه موسیقی دانشگاه تهران، دانشگاه دری هنرهای زیبای دانشگاه تهران راه پیدا کرد و در اونجا زیر نظر نورعلی خانم برومند، عبدالله دوامی، سعید هرمزی تحصیلات خودش رو تکمیل کرد و اطلاعات قدیمی خودش رو بسیار بالا برد. در سال 1343 جایزه نخست موسیقیدان جوان رو دریافت کرد. در سال 1354 در جشن هنر شیراز کنسرت معروف راست پنجگاه رو به همراه محمد رضا شجریان و ناصر فرهنگفر اجرا کرد. او همچنین در همین سال گروه شیدا رو تأسیس کرد که به همراهی گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده به بازسازی و بازخوانی آثار گذشتگان می‌پرداخت. او در هنگام ضبط ردیف استاد خودش عبدالله دوامی با او همراهی تار کرد در برخی از دستگاه‌ها. در سال 1353 عضویت گروه علمی گروه موسیقی دانشگاه تهران رو عهده‌دار شد و 1.5 سال هم به عنوان مدیر گروه موسیقی فعالیت کرد. او همزمان در رادیو استخدام شد و فعالیت‌های خودش در رادیو هم پرداخت. با راه‌اندازی چاوش توسط او به همراهی حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، علی اکبر شکارچی و هوشنگ ابتهاج آلبوم‌های بسیار زیبایی رو که تأثیر بسیار زیادی در موسیقی ایرانی و پیشبرد و پیشرفت این موسیقی داشت منتشر کردند. بعدها او برای اجرای کنسرت به ایتالیا، فرانسه و آلمان رفت و در سال 1365 به آمریکا مهاجرت کرد و در واشنگتن بنیاد فرهنگی هنری شیدا رو پایه‌گذاری کرد. و تا سال 1385 که دوباره به ایران برگشت، در اونجا به تدریس، تحقیق و برگزاری کنسرت پرداخت. مکتب خانه میرزا عبدالله که آموزشگاه آزاد موسیقی هست و به هدف ترویج موسیقی ردیف و آموزش اون و پژوهش در مورد موسیقی ردیف توسط محمد رضا لطفی تأسیس شده بود در سال 1372، بعد از بازگشت او رونق بیشتری یافت و کلاس های او به صورت گروهی و خصوصی در اونجا دایره گردید. از همکاری او با شاعران و نویسندگان میتونیم به همکاری او در آلبوم از میان ریگ‌ها و الماس‌ها با احسان طبری بپردازیم، دوره‌ای که لطفی گرایشات توده‌ای هم داشت. او در این آلبوم در کنار شعرخوانی احسان طبری به بداهه نوازی و تار نوازی پرداخته. همچنین کلیدر محمود دولت آبادی رو با صدای او همراهی کرده، ولی متاسفانه این آلبوم تا امروز مجوز نشر پیدا نکرده. همچنین با هوشنگ ابتهاج همکاری بسیار زیبایی در جهت دکلمه اشعار او و بداهه نوازی همراه با شعرخوانی او داشته که در چند کنسرت به این مهم دست پیدا کرده. او همچنین تجربه‌ای برای ساخت موسیقی فیلم داشت که البته این موسیقی فیلم بیشتر جنبه انتخابی داشت تا ساخت موسیقی. برای فیلم حاجی واشنگتن از علی حاتمی که تجربه ضعیفی در زمینه آهنگسازی فیلم به نظر من هست. او در سالهای آخر عمر خودش گروه های سگانه شیدا رو تشکیل داد که یکی از اونها گروه بانوان بود که کنسرت هایی در ایران برگزار کردن، همچنین گروه بازسازی شیدا و گروه همنوازان شیدا. متاسفانه در سالهای اخیر کنسرت های او لغو می شدن با اینکه مجوز هم دریافت کرده بودن و مردم بلیط خریداری کرده بودن، این کنسرت ها لغو شد و
لطفی در یکی از مصاحبه‌های خودش ایراد رو در این پیدا کرد که به ریش و موی او خورده گرفته بودن در پوسترها، در صورتی که او با همین ریش و مو در روزنامه ها عکسش چاپ میشد و با همین ریش و مو هم به قول خودش به صدا و سیما رفته بود. او با قشنگ کامکار اولین ازدواج خودش رو داشت که در سال 1357 از هم جدا شدن و یادگار اون ازدواج امید لطفی است که او هم نوازنده تار هست و آهنگساز. از ازدواج دوم ایشون دختری به نام سرود لطفی یادگار مانده است. لطفی با خوانندگانی همچون عبدالله دوامی، مرضیه، نصرالله ناصح‌پور، محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، هنگامه اخوان، صدیق تعریف، زویا ثابت، علیرضا شاه محمدی، علیرضا فریدون‌پور، محمد معتمدی، سجاد مهربانی و امیر اثنی‌عشری همکاری داشته است. او سرانجام بعد از سالها تحقیق، آهنگسازی، پژوهش، نوازندگی و خوانندگی در 12 اردیبهشت 1393 در تهران درگذشت. علت درگذشت او بیماری سرطان بود. صبح جمعه در بیمارستان پارس این واقع اتفاق افتاد که جامعه هنری رو بسیار داغدار کرد. تأثیرات لطفی در نوازندگی تار و سه‌تار و همچنین نوازندگی سازهای دیگر بسیار مشهود هست. در دوره‌ای که او زندگی میکرد شاید خیلی از مردم تار رو به نام محمد رضا لطفی میشناختند. او همچنین به آواز، کمانچه و دف نیز تسلط داشت و از معدود کسانی بود که میتونیم از او به عنوان استاد کامل موسیقی ایرانی یاد کنیم.